تخریب کاران روند صلح بیشتر مایوس و ناامید می شوند. این سخن خلیلزاد متوجه کیست؟ درست در زمانی که در آستانه آغاز گفتگوهای میان افغانان قرار داریم، پس از به میان آمدن اظهارات جالب امرالله صالح در برابر پاکستان و طالبان، وی آماج یک حمله مدهش و وحشتناک انفجاری قرار گرفت. حمله ای که در نتیجه آن 10 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند و ماقای صالح از آن جان سالم به در برد. حالا پرسش این است که چه کسی مسئول اصلی انجام این حمله است و در پیوند با این حمله واکنش ها و اظهاراتی که به میان آمده، به شمول اظهارات زلمه خلیلزاد که گفته است تخریبگران روند صلح بیشتر از گذشته مایوس و ناامید میشند، منظور آقای خلیلزاد از چه کسانی است؟ کدام طرف ها واقعا تخریبگران روند صلح در افغانستان هستند و آیا با این وضعیت ما به صلح واقعی که همه انتظار آن را دارند میرسیم یا خیر؟ در برنامه امروز خط کابل مهمانانم پاسخ خواهند گفت. در برنامه امروز جناب آقای سید علیرضا محمودی، آگاه امور سیاسی، و همچنان جناب آقای سردار محمد همدرد، معاون پیشین والی هلمند، در برنامه حضور دارند که تا لحظات دیگر جناب همدرد هم با ما خواهند پیوست. وقت شما بخیر. من محمد ایوب نسیمی هستم و بحث را با جناب آقای محمودی آغاز میکنیم. بسیار تشکر از حضورتان محمودی صاحب گرامی. در یک وضعیت بسیار حساس که بحث صلح تقریبا امیدواری ها را بیشتر ساخته، برای اینکه آغاز گفتگوهای میان افغانان را شاهد باشیم، از یک طرف اظهارات جالب به میان می از طرف مقامات ارشد حکومت وحدت افغانستان و از طرف دیگر هم واکنش هایی که در میانش می باشد، به شمول واکنشی را که آقای خلیلزاد داشته. برداشت شما از اظهارات و یا واکنش خلیلزاد در پیوند به حمله به امرالله صالح چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون خورشید سلام عرض میکنم. ببینین، پروسه صلح افغانستان همچنانی که دوستانی داره و مسلما دشمنان و رقبایی هم داره که در جهت سبوتاژی پروسه و در جهت اینکه این مسیر به نتیجه نرسه، خب تلاش هایم میکنن. ولی یک چیزی که در اینجا لازم به یادآوری هست و اویست که اظهارات آقای خلیلزاد یا تلاش هایی که آقای خلیلزاد به عنوان نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در این مدت داشته، او هم پر از ابهام بوده و ما افغان ها در جریان آنچه را که او انجام داده، به خصوص همون جهت های پنهانش نبودیم و بی اعتمادی نسبت به او پروسه ای که ایشان مدیریت میکنه وجود داشته. و از طرف دیگه هم آنچه هم که حالی بیان کرده که مخربین روند صلح، خب کیا هستن؟ امریکا به عنوان کشوری که پروسه صلح افغانستان در تحت مدیریت و با نمایندگی آقای خلیلزاد داشته، خب اگر کدام موضوعی داره، اطلاعاتی داره، چرا شریک نمی‌سازه با نهادهای امنیتی ما و یا با مردم افغانستان؟ مردم افغانستان هم بفهمه که کیها میخواین روند صلح افغانستان سبوتاژ کنن و یا در جهت سنگ اندازی برآمدهن. ببینین، چیزی که در فضای کنونی وجود داشته ای بوده که آنچه را که امریکایی ها با طالبان نشستن و تعهد کردن و ملزم ساختن حکومت افغانستان به اجرای او، تمام این موارد حکومت افغانستان عملی کرد. زندانیان آزاد شدند، حتی کاهش حملات بر طالبان، ولی متاسفانه از جانب دیگر ما تا همکنون اراده برای آغاز مذاکرات ندیده ایم، شاهد نیستیم. خشونت ها به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده و تعهدات دیگری که طالبان و امریکایی ها داده بودن، آنچه که در او توافق نامه سیاسی گفته شده عملی نشده. و از طرف دیگه خب هر روز یک حادثه بالای آقای صالح صورت گرفت که او را همگی محکوم میکنیم. حادثه بسیار خونینی بود، ولی خب حوادث اینچنینی هر روز بر مردم افغانستان میگذره. ما هر روز شاهد به شهادت رسیدن مردم ملکی و فرزندان مردم افغانستان در نهادهای دفاعی و امنیتی هستیم. و کجا آقای خلیلزاد صدایش کشید؟ خب اونا مردمی از افغانستان بودن و از همه کشور بودن و
در حوادثی شهید شدن و یا زخمی شدن آمارها ما میبینیم به صورت هفتگی ارائه میشه. خب مسببین اینا کی بوده؟ او مسببین اینا خب مشخص بوده. طالبان اگر قرار بری باشه که بیاین در یک پروسه صلح و با مردم افغانستان یک جا شوند، باید از خشونت ها دست بکشند، خشونت ها کاهش پیدا کنه. درست. و از طرف دیگه وقتی که طالبا به تعهداتشون درست عمل بکنن، جانب حکومت افغانستان هم تا همکنون آنچه که بوده تحقق محقق ساخته، پس دریجه میمونه که کیها مخالفی پروسه هستند. کاملا سه تا طرف بسیار مشخص است و دخیل هستند در قضیه صلح افغانستان، امریکا، طالبان و حکومت افغانستان. از میانی سه طرف به باور شما، هرچند آقای خلیلزاد حالا اظهاراتی را داشته، کدام طرفش واقعا صادق نیست به پروسه صلح؟ آمریکایی‌ها صادق نیستند به پروسه صلح. دو طرف دیگه صادق هستند؟ دو طرف دیگه ببینید حکومت افغانستان خونشان داده که اگر بدونی که توافق صلح با طالبان امضا کنه، به اساس آنچه که آمریکایی‌ها رفتن امضا کردن و توافق کردن، حکومت افغانستان زندانی‌ها را رها ساخت. ما امروز شاهد هستیم در بسیاری از مناطق افغانستان نیروهای دفاعی و امنیتی در حالت دفاع به سر میبرن، حالت تهاجمی ندارن. دلیلش هم این است که خب ما میریم به طرف یک پروسه صلح. و از طرف دیگه آمریکایی ها تا از روزی که توافق نامه امضا شده تا امروز به هیچ وجه تلفاتی نداشتن. طالبان بر اونها کدام حمله انجام نداد. در حقیقت گفته میتونیم طالبان آنچه که با آمریکایی ها توافق کرده بودن در رابطه با آمریکایی ها عمل کردن، ولی چیزی که باید خشونت ها کاهش پیدا میکرد و مردم افغانستان آسیب نمیدن، متاسفانه این تعهد انجام نشده. حال چی توافق پشت سری قضایا هست که آمریکایی ها هنوز اصرار بر مذاکرات دارن و بر پروسه صلح دارن، ولی ما افغان ها هر روز تاوان میدیم. اما یک برداشت دیگه هم وجود داره که با توافق رسیدن طالبان و حکومت افغانستان به نفع آمریکایی ها است. این یک برداشت است و اونا میگن که اگر این توافق صورت بگیره، به عنوان یک دستاورد با آقای ترامپ مطرح میشه و او میتونه در انتخابات با توجه به این مسئله رأی بیشتری را برای خود کسب بکنه و یک بار دیگر رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان باشه. با توجه به او بحث صداقتی را که شما پیشتر گفتین اینا ندارن، به یک نحوی از آنها رد میشه. ببینین بحث صلح افغانستان طوری نیست که یک طرفش آمریکا باشه، یک طرفش طالبان باشه و اینا برن به یک توافق برسن در اینجا صلح محقق شود. ببین قضیه افغانستان یک قضیه است که در سطح منطقه مشکلات خودش داره. در سطح جهان ما دیدیم که در رابطه با آزادی زندانیان طالبان، بعضی از کشورهایی که به اصطلاح هم پیمان آمریکایی هم هستن، اختلاف دیدگاه داشتن و آمریکایی ها مجبور شدن با اونا به یک شکلی با اونا به توافق برسن. حالا هم زندانی ها قرار است که برن مثلا در قطر باشن. درست. بحثی که صلح هست، آنچه که آقای خلیلزاد داره، آقای خلیلزاد به اساس یک برنامه برای ایالات متحده آمریکا، بحث انتخابات است، بحثی است که آقای ترامپ وعده ای را که به مردم آمریکا در انتخابات قبلی داده بود، کاهش سربازان هست و اینکه هزینه ها را در افغانستان کم میکنه. این بحث انتخاباتی آمریکاست و آقای خلیلزاد هم موظف به همی است که افغان ها را در یک جلسه با هم بشانه. ای که از خروجی جلسه چی خواهد بود، او فقط میخواهد کمی دستاورد خود به آقای ترامپ و ترامپ به مردم آمریکا او را پیشکش کنه در مسائل انتخاباتی زدبندهای داخلیشان که ما این وعده را که داده بودیم تحقق پیدا کرد. ولی بحث اصلی است که آنچه را که نامیرن، مسیر را که نامیرن، مسیر صلح برای افغانستان نیست. ما ببینیم یک تجربه را داشتیم، فقط در یک مورد بی توجهی شده بود. در اجلاس بون بحثی که وجود داشتی بود که طالبان به عنوان یک گروه سیاسی نظامی در اونجا به رسمیت شناخته نشدن و از او نشست دور ماندن و عواقبش همی بود که همین طالبان تا اکنون با آمریکا و با جامعه جهانی در اینجا وارد جنگ شدن و تبعاتی را که مردم افغانستان دید. حال هم ما میبینیم که بسیاری از جریانات در روند صلح که آمریکایی ها مدیریت میکنن در سطح منطقه و در سطح جهان همسوی با آمریکایی ها نیست. درست. و اینا آقای خلیلزاد رفته به عنوان نماینده آمریکا با یک تیمش نزدیک 1.5 سال در دوحه نشسته و در آخرش یک توافق را امضا کردن. آنچنان بی باوری در رابطه با این مسائل وجود داره که گفته میشه که جدای از این توافق که امضا شده و بر رسانه ها داده شده، توافقات پنهانی دیگه بین آمریکایی ها و طالبان، بین آمریکایی ها و پاکستان، بین آمریکایی ها، طالبان و پاکستان وجود داره که بسیاری از کشورها
در این جد با دیده ابهامی را میبینند. ما زمانی میتونیم در افغانستان صلح بیه در کناری که تمام آنچه که در رابطه با پروسه صلح وجود دارد تحت مدیریت و مالکیت خود افغان ها و تحت مدیریت حکومتی بر سر اقتداری که نمایندگی از این مردم میکنه با وجود بیه و حکومت افغانستان بتانه که اطمینان بده هم به مردم افغانستان هم به جریانات سیاسی هم به کشورهای منطقه صلحی که قرار است به وجود بیاید این صلح برای افغانستان است و برای تامین امنیت و آرامش در منطقه نه که از درون صلح مسائل دیگه ای به وجود بیاید که او به ضرر هم مردم افغانستان هم پیرامون ما باشه. بسیار تشکر. در مورد این که با این وضعیت ما به کدام مسیر در روند صلح در حرکت هستیم و در نهایت به کجا خواهیم رسید هم پس از میان برنامه کوتاه بحث می‌کنیم. با ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید. جناب محمودی، مسئله حمله ای که بالای آقای صالح انجام شد و در پیش واکنش هایی که در ادامه مسئله بود و همچنان اظهارات آقای خلیلزاد، بسیاری ها با این باور هستند که با توجه به اظهارات تند آقای صالح در مورد صلح طالبان و پاکستان و امریکا، شاید منظور آقای خلیلزاد خود آقای صالح باشه و بسیاری ها معتقد هستند که طرف های دیگری در داخل افغانستان مخالف صلح هستند که شاید یه حمله را انجام داده باشند و آقای خلیلزاد منظورش از اونا باشه. شما با کدام دیدگاه موافق هستید؟ ببینین، اول خود صلح که ما مد نظر ما یا پروسه مذاکرات شروع نشده، مسلما کسانی که در جهت مخالف حکومت افغانستان یا دیدگاه های که بعضی از اشخاص در اینجا مطرح میکنند ممکنه در صدد حذف بعضی از چهره ها باشن، ولی واقعیت هم رمیز که تا هنوز هیئت نرفته، در میز مذاکره دو طرف ننشستن که آژندا چی هست و چی مطرح خواهد شد. باور ما این است که ممکنه مذاکرات صورت بگیره و نشست بین الافغانی انجام شود بر اساس آنچه که امریکایی ها میخواهند و برای مسئله انتخابات داخلی خودشان میخواین او را مصرف کنن. ولی واقعیت هم رمیز که با آیتی که مشخص شده طالبان اراده برای گفتگوهایی که منتج به صلح بشه ندارن و در داخل افغانستان چهره های مثل آقای صالح و رئیس جمهور غنی با اظهاراتی که دارن در حقیقت صلح میپذیرن، ولی ارزش هایی را که مردم افغانستان به پای او خون دادند در 18 سال گذشته، دستاورد مشترکی که ما افغان ها با جامعه جهانی داشتیم و مسائلی را که باید در نشست مطرح شود و تسلیمی قدرت از یک طرفه به طالبان را نمیپذیرند. ببینید، فعلا یک سیستم وجود داره، یک حکومت وجود داره، طالبان هم بخشی از مردم افغانستان هستند، یک واقعیت است. در 18 سال گذشته چالش کلانی برای هم جامعه جهانی و برای حکومت افغانستان ایجاد کردن و حال باید یک امتیازات بگیرن و بیان به پروسه صلح بپیوندن، ولی واقعیت هم رمیز که در شرایط فعلی با توجه به امتیازاتی که آقای خلیلزاد به طالبان داده، طالبان به کمتر از تصاحب همه قدرت راضی نمیشن. این مسائل در کجا مطرح میشه؟ در مذاکرات صلح. اگر ما بگیم که ولی فلانی موانع صلح هست، فلانی ها مثلا دیدگاه های مخالف صلح دارن، صلح تا هنوز مشخص نشده. آژندایی که در دوحه قرار است بین دو ایهد صحبت شده تا هنوز معلوم نیست. ما بر کدام مبنا می خواهیم که به اصطلاح بگیم که ولی مخالف روند صلح بوده پس باید بعد ما میاییم صلح میکنیم که دشمنی ها و جنگ و خشونت از بین بره، نه که در زمان صلح، در زمانی که قرار است گفته میشه که احتمال داره آیت فردا بره به دوحه، در آوانی که آیت میخواد به دوحه بره و در اونجا مذاکرات شروع شه، میان شخصی دوم مملکت معاون اول رئیس جمهور با او شدت هدف قرار میتن و مردم افغانستان میکشن، پس کی هست در اینجا؟ دقیقاً همین بحث موانعی را که بیشتر شما هم مطرح کردین، یکی از دلایلش و یکی از عوامل راکت ماندن مذاکرات صلح که پیش نمیره و آغاز نمیشه هم همین سنگ اندازی تعداد کسایی که مخالفین روند هستند دانسته میشه. نه، ببینید، مخالف روند ما نداریم، نه در داخل حکومت، نه در کسایی که به اصطلاح بیان
موازی خود بیان کنند. در اینجا دست های پیدا و پنهان منابع استخباراتی هست که اونا منافع خود نمیبینند. ببینین در همین حادثه‌ای که اتفاق افتاد، وزارت داخل آمد یک گزارش داد که موادی که در این مصرف شده به کار برده شده در این بمب یا مواد انفجاری، خب با این مشخصات بوده که قبلا یک گروه مشخصی از این استفاده میکرده. خب این آدرس ها رو به کجا میته؟ برای یک جای. و از طرف دیگه خب همگی هم آمدن ایره، حتی کشورهای همسایه و کشورهای جهان آمدن ایره محکوم کرد به شمول پاکستان. ببینین در مسئله به اصطلاح صلح، افکار عمومی و کشورهای منطقه جهان همه همسو هستند، ولی در اینجا کاری را که به اصطلاح حکومت تا حدود تلاش کرده ولی نتانسته درست انجام بده، ای بوده که خودش شریک در صلح نبوده. حال زمانی که آیتی که از طرف حکومت میره گفتگو میکنه با طالبان، آجندا که مشخص شده و آیت بین الافغانی سوجا، دست حکومت بیشتر باز میشه به خاطر که در جریان قرار میگیره که طالبان چه خواسته هایی دارن. ما بارها شاهد بودیم که آقای خلیلزاد یک چیز گفته، سخنگوی طالبان دیگه چیز گفته و اینا هماهنگ نبودن، با وجودی که مذاکرات پیهمی را داشتن. ما خود ما طرف نبودیم. حال آیتی که از افغانستان میره با طالبان میشینه و خواسته های ایران رو میبینه، آجندا مشخص میشه، در رابطه با آجندا صحبت میشه. در وقت ما هم میدانیم که طالب چی میخواه، نتیجه کاری که آقای خلیلزاد در این مدت با طالبان کرده چی بوده، و در اون وقت میشه که به اصطلاح تصمیم گرفت یا هیئت افغانی، گرچه من خوشبین نیستم، و در اون وقت باز ما میتونیم ببینیم که نتیجه کارهایی که آقای خلیلزاد داشته ها یا به خاطر ای بوده که فقط همی آیت بینشان بیان، آیت بین افغانی بشینه که اینا با آقای ترامپ و امریکایی بگن که آقا جان ما تبادل اسرا صورت گرفت، کاهش سربازان امریکایی صورت گرفت، هزینه ها پایین آمد، آل افغان ها رو بینشان شاندیم، اونا میدانن سرنوشت آیندهشان، ما دیگه کار نداریم بینا. اگر چنین یک چیزی باشه، خب بزرگترین جفاست به حق مردم افغانستان و به حق به نظامی که اونا با او پیمان استراتژیک داشتن و مردم افغانستانی که در 18 سال گذشته دستاوردهایی که داشته. خب ولی در صورتی که اینا هم تعهدشان پایدار باشه و کدام معامله پنهانی دیگه با طالبان و با پاکستان نداشته باشن، خود در اون صورت نمی افغانستان است و ایرم نباید نادیده گرفت که نه حکومت افغانستان نه مردم افغانستان در پای میز مذاکره همه دستاوردها را تسلیم یک جریان نمیکنن. اونا باید بیاین با آغوش بازی را که مردم افغانستان و اینمی سیستم و اینمی چی داره، با اصلاحاتی که لازم از قانون اساسی ما نیاز به اصلاحات داره، طالبان حق دارن در تشکیلات و در ساختار حکومت شریک باشن، از همین کشور هستن، بیاین در انتخابات ها چانس خود را بیازماین. اگر فردا مردم افغانستان تصمیم گرفت که به یک کاندیدی از طالبان رای بده، بیان رئیس جمهور افغانستان باشن. ولی بحثی که فعلا هست دو دیدگاه وجود داره، یک دیدگاهی که حکومت و مردم افغانستان دارن و اوی است که ما باید ارزش های 18 ساله و آنچه را که داریم، قوت های دفاعی و امنیتی خود را حفظ کنیم. طرف دیگه میگه که من اینمی حکومت قبول ندارم، اینمی ساختار باید تغییرات بیاید، قانون اساسی که در دوران اشغال نوشته شده و تصویب شده قانون باید تغییر بکنه و مسائل دیگه که اینال زمانی که مذاکرات دو جانبه بین دو آیت مشخص نشه، من فکر میکنم ما هر تحلیل را که بکنیم، چون اونجا آجنده معلوم نیست، این تحلیل تحلیل هاییست که به اساس نمی آنچه که در رسانه ها میگذره و آنچه که به اصلاح اتفاق میفته. آقای صالح در ابتدای کمپاین های آقای غنی هم هدف قرار گرفت، حالی هم هدف قرار گرفته، یک چهره شخصیت استخباراتی و نظامی افغانستان هست، اظهاراتی که اونا داشتن اظهارات بسیار صریح و تند بود، مسلما ممکنه در بعضیا خوش نخورده باشه و دنبالی باشن که چطور بتانن، چون مسائل پیچیده استخباراتی است که در تخصص ما نیست، نمیتونیم دو قسمت چیز بگیم. تشکر. در مورد خود صداقتی را که حکومت افغانستان باید داشته باشه که شما هم از خطوط سرخ یاد کردین که اینا میخواین جمهوریت حفظ شوه، نظام پا بر جا باشه، ولی یک سلسله مسائل خرد و کوچکه که در مسائل زیر مجموعه نظام است باید تغییرات بیاید. خود حکومت چقدر صادق است؟ بارها ما شاهد بودیم که خطوط سرخ از بین رفتن و به درخواست امریکایی ها خیلی کارها را حکومت افغانستان کرده. اینا آیا خودشان خود را منزوی در مذاکرات صلح نکردن؟ ببینین یک چیز است که در پروسه صلح با تمام آنچه را که ما به او اعتقاد داریم، باز هم یک بحثی است که باید انعطاف نشان بده و باید قربانی بده.
حکومت افغانستان اول خو امریکایی ها با او پیمان استراتژیک دارن و حمایت میکنن، حمایت سیاسی و حمایت نظامی و اقتصادی نمی حکومت میکنه. خب مسلما فشارهای که اونا میارن، خب ناگزیری های هم حکومت داره، باید او خواستی اونا رو بپذیره. و از طرف دیگه هم برای صلح افغانستان، خب ما شاهد بودیم که 400 زندانی رو حکومت ملاحظه داشت و ملاحظهش هم ملاحظه از نظر قانونی ملاحظه به جایی بود که رئیس جمهور صلاحیت عفو و آزادی اونا رو نداشت. خب آمد یک جرگه صورت گرفت و فشار آمریکایی هم بود و بازم به خاطر ای که همین پروسه بهانه طالبان پروسه را کند نکنه و یا جلوی ادامه رایزنی ها در رابطه با صلح نگیره، خب حکومتی کار کرد. ولی من شخصا باور دارم که طالبان تا جایی که بتانند در این پروسه ممکن است سنگ اندازی بکنن، شرایطشان را بالا ببرن و شرایط جدیدی را خلق کنن. آل شش نفر زندانی قرار است که به اساس فیصله آمریکایی در دوحه در روز نگهداری شود. طالبان میگه که نه، به ما نرسیده. هر وقت که به ما رسید ما میگیم که اون آزادی رهایی زندانی ها تکمیل شده، میریم وارد پروسه صلح. اگر بخوای که نیت و اراده نشست های بین الافغانی و آوردن صلح باشه، خب این همی شرایط است که مهیا شده. اگر سنگ اندازی و بهانه گیری باشه، خب میشه به هر چیز بهانه گرفت. بحثی که در اینجا وجود داره ای است که در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که پیش آمده، بهترین فرصت برای طالبان هم است. بهترین فرصت برای طالبان هم است، چون از طرف افغانستان همه همی اراده را دارن و جامعه جهانی هم همی را بخصوص امریکایی ها میخواین. درست اگر مدیریت کنن ممکنه اینمی روند ما را به یک صلح برسانه، ولی اگر اراده ای از اون طرف نباشه، خب قطعا صلح یک جانبه نخواهد شد و این وضعیت همچنان در افغانستان ادامه پیدا می‌کنه. در پایان برنامه امروز خط کابل قرار داریم، میخوایم در اخیر یک جنبندی داشته باشیم. خب شما میگین که امریکایی ها صداقت ندارن و بی طرف طالب ها هم صداقت ندارن و حکومت هم تلاش میکنه که یک سلسله مسائل حفظ شود. بسیار فشرده اگر مهربانی کنین، با این وضعیت ما به کجا بالاخره خاطر رسیدیم؟ بسیار فشرده اگر لطفا. ببینین، اگر تمام طرف ها اراده و نیتی برای صلح نداشته باشه، این نشست ها و حتی مذاکرات بین الافغانی به نتیجه نخواهد رسید. در او شرایط تنها یک راه وجود داره که همگی مردم افغانستان و حکومت افغانستان از دستاوردها و از امنیت و از ثبات کشور دفاع بکنند. بسیار تشکر. سپاسگزار هستیم جناب آقای سید علیرضا محمودی، آگاه امور سیاسی، که در برنامه تشریف آوردین. در این برنامه جناب آقای سردار محمد همدرد، معاون والی پیشین هلمند، هم مهمان بودند که متاسفانه به دلایل نامعلوم تشریف نیاوردند. از شما هم سپاسگزار هستیم. وقت بخیر. Thank you.